همیشه میگیم که بانکداری بدون شعبه از بانک بدون شعبه یه مفهوم جدا است. من فکر میکنم ما بانک بدون شعبه نمیتونیم داشته باشیم، ولی قطعا بانکداری بدون شعبه میتونیم داشته باشیم. البته بانکداری بدون شعبه هم به نظرم یک عنوان کاملی نیست که این مفهوم رو توصیف کنه. تو دنیا الان روندی که داره اتفاق میفته در بانک ها بحث دگردیسی شعب یا برانچ ترانسفورمیشن هست. مسئله ای که در کشور ما هم میتونیم به خوبی ببینیمش اینه که بانکداری الکترونیک باعث شده که سهم تعدادی زیادی از تراکنش ها بالای 90% از شعبه بره بیرون، ولی در سمت دیگر قضیه شعبه هنوز پاورجاست و هست با همون شکل سنتی خودش و با هزینه های خودش که فکر میکنم از نظر افیشنسی و از نظر کارایی بانک ها یه چالش بسیار مهم برای بانک ها هست. ما مسئله ای رو که داریم روش کار میکنیم و براش راه حل داریم در مجموعه خودمون پیدا میکنیم و فکر میکنم کل شبکه بانکی و شرکت های فعال تو این زمینه بعد روش کار بکنن، این هست که بتونیم فرمت های جدیدی از شعبه، شکل های جدیدی از شعبه تهیه بکنیم که بتونن 24 ساعته خدمات شعبه رو حتی امکان بالای 80 یا 90% اینا رو تخمینی یا تقریبی میگم چون هنوز ما به آخر راه نرسیدیم ارائه بکنم و این امکان رو به بانک ها بدن، جایی که داشتن یه شعبه سنتی یا ترادیشنال برایشون مقرون به صرفه نیست از این آلترناتیو استفاده بکنم و فکر میکنم این چیزی است که باید رهاورد و دستاورد بانکداری الکترونیک باشه، وگرنه بانکداری الکترونیک در کنار این رهاورد که ترانزکشن ها رو بیرون از شعبه برده و راحتی به مشتری ها داده، هزینه های بانک ها هم به تبع افزایش داده و بانک ها احتیاج دارن هزینه های خودشون رو کم بکنن و به افیشنسی و کارایی بهتری برسن. در نتیجه شاید بانکداری بدون شعبه هم توصیف درستترش اینه که بانکداری با فرمت جدید و شکل جدیدی از شعب که شعب کم هزینه تر و کاراتریه. خب ما تمرکزمون رو برای اینکه همچین چیزی رو هم عملی بکنیم روی راه حل VTM یا تو ایران به اسم خودبانک یا اخیراً اسمای دیگه میشنوم گذاشتیم و از نظر اینکه چقدر تو این فاصله زمانی ما کار جدیدی کردیم، تمرکز ما بر روی توسعه نرم افزار و بیزنس پروسس ها هست که بتونیم انشالله سرویس های نوآورانه رو با در نظر گرفتن یوزر اکسپریانس یعنی تجربه کاربری به شکلی ارائه بکنیم که مشتری بانکی به راحتی بتونه این سرویس ها رو از این کانال جدید دریافت بکنه و خب احساس راحتی هم بکنه که به نظرم کلید موفقیت واقعا راحتی و سرعت است در این کانال جدید که فکر میکنم اگر این کار رو انجام بدیم بعدها میتونه کانال های جدیدی مثل موبایل اضافه بشه و مفهوم بانکداری بدون شعبه رو البته روی موبایل عینی‌تر داشته باشیم.